امروز در بخش حال شما در رابطه با بی‌اشتهایی اطفال صحبت می‌کنیم و شما هم سوالات خود می‌تونید با ما شریک بسازین. مهمانمون در این بخش دکتر نعمت‌الله امیری هستن، اسیستنت پروفسور داخله اطفال. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. سلام، تشکر، صبح شما بخیر. بسیار خوش آمدین. چرا دکتر زنده باشین، تشکر. از بی‌اشتهایی صحبت می‌کنیم و بشیرا بگم که بی‌اشتهایی چگونه یک حالت است. بله، بی‌اشتهایی کل مو شما به این حالت مواجه شدیم، به طفلا و حتی به کلانا، که یک حالت است که از خوردن مریض یا طفل از خوردن غذا اجتناب میکنه، از دفعات غذا که در طول روز بخوره باید به او اندازه نمیگیره غذا، حتی از مقادیر غذا که هر بار میگیره بسیار کم، که رفته رفته با از دست دادن وزن و اعراض علائم دیگه که از باعث کمبود مواد غذایی ایجاد میشه، مثل کمخونی و یا نگاه حالات، این همراه است. بی‌اشتهایی از چه زمانی شروع میشه در یک کودک؟ خب زمان خاص نداره. یک چیزی که بسیار مهم است، یعنی هر وقت امکان است که اتفاق بیفته. میتونه که بی‌اشتهایی از سبب امراض باشه یا بدون امراض باشه. امراض مختلف میتونه سبب بی‌اشتهایی شه. یکی از عرض است، خود بی‌اشتهایی عرض است، مرض نیست. میتونه یکی از اعراض یا علائم یکی از امراض دیگه باشه، یعنی یک اختلال، مثلا یک امراض انتانی، تبدار یا امراض بسیار زیاد دیگه است که میشه در باریزو گپ بزنیم. و یک بعض حالات هست که مربوط امراض نمیشه. مثلا یک طفل در سن سال اول زندگی خود اشتهای بسیار زیاد داره، چون رشد بسیار سری داره، ولی وقتی دو ساله میشه، بعد از سن یک سالگی رشد بطی میشه، ضرورت مقدار غذا هم کم میشه. به اون مقدار غذایی که در سال اول زندگی خود میگرفت، در سالهای بعدی مثلا در سال دوم نمیگیره. این یک حالت طبیعی است. بله، یک حالت طبیعی است که ضرورت غذا کم میشه. و به می ترتیب بعضی طفلا هستن انتخابی میخورن، یک چیز خوش دارن، او چیزی را که خوش دارن به حد میخورن، اگر کسی دیگه از پیشش بگیره او را، حتی دوا و جنگ هم میکنه، آن مقاله هم میکنه که چرا از مرا خوردی، ولی چیز دیگه را نمیخوره. کی هم یک حالت است که ما میره به اشتهایی گفتن هم میکنیم، ولی حالاتی است که خودش به اشتهایی است از باعث کمبود مواد غذایی، مثلا کمبود آهن که سبب کمخونی میشه، خودش یک عامل بسیار عمده به اشتهایی است. کم وزن طفل کم میشه، به اشتها میشه، هم خواب طفل خراب میشه، هم ذکاوت طفل خراب میشه، و می ترتیب ویتامین های بی، ویتامین دی، فولیک اسید و دیگه ترکیباتی که در مواد غذایی میوه و ترکاری و گپا است. وقتی که یک طفل نظر به هر دلیل غذا نگیره، بالاخره کمبوداتی که از باعث اینمی موادی که نمیگیره ایجاد میشه، خود ازی هم سبب ازی میشه که از سبب کمبود همو چیزا طفل بی‌اشتها شود. دیگه امراض است. کدام امراض میشه بگویم؟ من میگم تمام شه. امراض انتانی بسیار زیاد معمول است، چون در افغانستان امراض انتانی بسیار زیاد است. طفلک ها ریزش میشن، زکام میشن، گلو درد میشن، گوش درد میشن، بعضا سینه بغل میشن، تنفسشون سری میشه، گرفتن نمیتونن، اسهالات میتونه، مورقه، ملاریا، خود توبرکلوز که اگر مریضی، بعضی امراض مزمن دیگه مثل امراض خود قلبی که مزمن دامدار میباشه، امراضش امراض جگر، امراض کلیوی یا گرده میگیم، یا امراض سیستم هضمی، بعضن سوی جذب می باشه یا امراض می باشه که نفخ و باد و سوی جذب ایجاد میکنه. مثلا سیلیاک دیزیز است، یک چیز است که در خود گندم مثلا گلوتین است، مقابل ازی حساسیت دارن، در مقابل شیر گاو حساسیت دارن وقتی که میخورن اسهال و یا تخم است. سوی جذب همین معنایش میشه. اگر بیشتر بگین سوی جذب، سوی جذب یک مشکل یا یک مریضی در خود سیستم هضمی موجود می باشه. مثلا او امراض است که یک ذره تخصصی میشه، مثلا سیلیاک دیزیز میگیم یا کرونز دیزیز میگیم، یا امراض التهابی خود سیستم هضمی است که مانع جذب میشه. در بعض حالات بشه طفلای شیرخوار که هستن لاکتوز اینتولرانس پیدا میکنن که عدم تحمل لاکتوز می داشته باشن، از تولد شیر مادر می باشن، یا اینکه نه میتونه که بعضا پیدا کنن. این امراض هست که بعضش از تولد است، مثلا سیلیاک دیزیز است، و بعض امراض دیگه است و بعضش بعد از تولد جذب، عدم جذب لاکتوز. بله، که گفتید عدم جذب لاکتوز میتونه، مثلا یک طفلی که اسهال است، اگر اسهالاتش بیشتر از 5 روز دوام میکنه، امکان هزی است که لاکتوز اینتولرانس پیدا کنه. یک حالت است که یک ذره خود مواد غایطه طفل تیزابی میشه، و یک چیز را ما در داخل خود سیستم از میاروده ها بگیم که افراز میشه به نام لکتاز میگیم، یک انزایم است. وقتی که لکتوزی که در شیر مادر است یا در شیر پودری است یا در شیرهای گوی داخل سیستم عظمی میشه، او را نمیتونه که بازم جناب دکتر صاحب، از عامل هم میشه صحبت بکنیم، کدام عامل باعث بی‌اشتهایی اطفال میشه؟ ولی خاطره جان روی خط تلفن است، تماس از خاطره را میگیریم، دوباره هم برمیگردیم. سلام، صبحتان بخیر خاطره جان.
سلامت باشید. من یک سوال داشتم از دکتر صاحب درباره بچه‌کم مثالم و بسیار ضعیف است، متعاید غذای برند چیزی نمیخواد، زیادتر علاقه به نام چای داره و بسیار ضعیف مانده. سوال من از دکتر صاحبی است که من درباره از آن چیزو خورم. تشکر. بسیار تشکر خاطره جان. بعضی خانواده‌های دیگه هم همین مشکل دارن، میگن طفل ما یک ساله یا دو ساله است، فقط به نان و چای علاقه داره. دلیلش یک مشکل بسیار کلانی است. بیشتر ما یاد کردم یک حالتی که ما رو به شایی گفته نمیتونیم، میگیم که انتخابی میخورن. بله. این عادت میکنن. بعضن مثلا از پدر و مادر شروع تا اعضای بزرگتر فامیل، مثلا خواهر کلان یا برادر کلان، یک چیزی رو من خوش ندارم. معمولا چیزایی از دخانه که ما شما مواجه میشیم در تو در فامیلای خود که میگم من خوش ندارم، نمیخورم، این عادت انتقال میکنم به دیگه طفلای بعدی رم همچنان. و این انتخابی میخورم، مثلا نان چای میخوره، مثلا چپس میخوره، برگر میخوره و چیزایی را میخوره که حتی به دیگه نمیتونم پیشتر گفتم کوشش میکنه. این انتخابی خوردن باید ما کوشش کنیم آهسته آهسته طفل عادت بدیم. بعض اوقات در ابتدای زندگی یک طفل ما یک چیز را میگیم بخو و یک چیز را میگیم نخو، وقتی شق میکنه که نه با ما اینی چیز بده، ولی ما اول گفتیم که نه اینی چیز برات نمیتم. وقتی ما تسلیم میشیم بار بار مجبور هستیم تسلیم شویم به خواسته های ازی و بالاخره طفل عادت میکنه، عادت میکنه، یعنی از طفولت عادت کرده. چند چیز را میخوره که سعی کنین در مواد غذایی، ترکیب مواد غذایی بسیار مهم است. نان چای به نظرتون یعنی ترکیب مکمل نیست؟ اکثر طفلا مواد شیرین زیاد خوش دارن، غذای شیرین، اگر که کلچه باشه، چای نان باشه یا هر چیز دیگه باشه، اینا میخورن، یک انرژی بالا برشان میده. طفل هایپر اکتیو میشه چون انرژی میگیره، بازی شوخی زیاد میکنه، انرژی رو پس مصرف میکنه. ولی مواد ضروری که عضل ساز است، مواد ضروری که اندام های زیر بزرگ میسازه، باعث رشد طفل میشه، رو نمیگیره. او چی است؟ یک ترکیب غذایی، پروتئین باید باشه، شحم باید باشه، کربوهیدرات باید باشه، ویتامین، منرال، فایبر و آب. این ترکیبات است که در غذا باید موجود باشه. و ما کوشش کنیم یک غذای برای طفلا بتیم که ترکیبی باشه. مثلا پروتئین چیست؟ مواد غذایی که در پروتئین، چیزایی که پروتئین داره، گوشت است، شیر است، تخم است، حبوبات است، بسیار زیاد پروتئین داره، لوبیا، نخود، ماش، دال، اینا. چیزایی که کربوهیدرات است، از شیرنی باب شروع، از بوره شروع تا چیزایی که از گندم جور میشه، مثلا نان خشک است که کلچه و هر چیز دیگه که شیرین است، یا کربوهیدرات است که معمولا 60% غذا یا بیشتر از بگیرید. بله، یک تماس داریم. فریبا جان صبح بخیر، بفرمایید. سلام علیکم. تشکر، سوالتان رو بپرسین فریبا جان. خب تماس جان قطع. دکتر صبح، بعضی از طفلا هستن که کمیشتی هستن، نان نمیخورن، ولی فامیل دوست داره میگه بخوره طفلام تا صحتمند باشه. در اینجا بالا از او قهر میشن، عصبانی میشن و این هم باعث کمیشتی طفل میشه دکتر صاحب؟ بله، دو وقتی که طفل نان نمیخوره هیچ وقت ما باید قار نشیم سر طفل یا مجبورش نسازیم. و یا بعضن اصلا به مجبوریت میگن بخیر. بله، بزور. این کار غلط است، این متد غلط است. بگذارین طفل گرسنه نشه، اما یکی سیستم غذای زیر قسم تنظیم کنین که در یک وقت معین باید غذا بخوره. کمیشن سیستم عظمی از یک قسم عیار شوه که دمون تایم گوش نشوه و از سیستم عصبی هم. چون کنترل خود گرسنگی از هایپوتالاموس در داخل دماغ صورت میگیره. این یک عادت باید بدیم که طفل دمو زمانی که همیشه میخوره دمو تایم غذا بخوره. که یک عادت دوامدار و اگر سر سرخان میشینه و ما جبر میکنیم که بخو یا گرسنه نیست جبر میکنیم که بخو، این عادت یکی خود طفل احساس میکنه که والا ما بسیار مهم هستی خوردنم و بعض خواهشات پیدا میکنه و هر خواهش ازیره باید در مقابل از او پورا کنیم که این چیزا برام بگو نان میخورم یعنی. این غلط است، میتود و قهر شدن هم غلط است که دیگه مشتاق طفل و یک خاطر بسیار بد به طفل میمونه که همیشه سر نان سر مقال مقال میشه و باید این کارو نکنه. خواهش یک برادرزاده می است وقتی که نان میخوره تا که برش چک چک نکنی نان نمیخوره. بس بعدا خواهشات عزیز زیاد شده میره. حالا خورد است. احمد تر است. بعدا میگه این چیز برام نکنی باز نان نمیخورم. خب به هر صورت ما باید یک غذا را چیز کنیم، بله، تنظیم کنیم. یک موضوع دیگه که اگر اشاره کنیم که وقتی که خانواده طفلای خود پیش دکتر میبرن به خاطر بی‌اشتهایی، اکثرا میگن که خب برش خی شربت اشتها بتین که اشتهای ازی خوب شوه. این شربت اشتهای مفید است؟ ضرری نداره بر طفلا؟ سوال بسیار خوب است. یک چیزی که بسیار مهم است، هر بی‌اشتهایی باید وقتی طفل مصاب بی‌اشتهایی میشه والدین نمیفهمه که کدام نوع بی‌اشتهایی است، این طبیعی است یا مریضی است، باید پیش دکتر مراجعه کنه. دکتر در قدم اول معاینه میکنه طفلا، میبینه که امراضی که سبب بیشتایی میشه موجود است یا نیست، او رو تداوی میکنه.
یک موضوع. موضوع دوم شربت های اشتها آور، ویتامینا در تنبیه اشتها بسیار خوب است، کمک کننده است. او را باز دکتر برشان توصیه میکنه که کدامش بگیرین. تونی که سر وقت از دواخانه برن و هر چی که برشان داد، ما دیدیم بسیار متدای غلط تداوی را و ادویه بسیار غلط استفاده میکنن که پیش شما میان مراجعه میکنن، میبینیم که با ادویه است که اصلا باید طفل بیماریش تداوی شوه، ولی عرضی یا قسمی رفع میشه و پرابلم باز پس مساوام میشه. خب امین جان هم روی خط تلفن هستن. سلام، صبحتان بخیر امین. سلام علیکم. میشه سوالتان هم مطرح بکنین امین جان؟ سلام علیکم. سلام علیکم. سلامت باشین. میشنویم، میشه سوالت مطرح بکنی؟ ام یک طفلک ماست تقریبا یک سه روز میشه که اینه میگه تاو داشت، ایره بردیم پیش دکتر. بله. اینش معاینه کرد، گفت که گلولش گرفت، دوا دادش. اونم دوا را که دادش پیش از او خوب بود، مستی ها میکرد. اونم دوا را که دادش از معرکتی که داشت از او کمتر شده، تو گنگ سوره در جای سر خدا میمونه به اینی رقم. ما بسیم از شما بپرسیم که یکی عرق هم میکنه سرش تبام میکنه حالا یا تبش آرام شده؟ حالا فعلا تبش آرام هست. بسیار تشکر امین جان، سلامت باش. خب معمولا امراض انتانی گلو درد گفته است سبب تب میشه، سبب درد گلو میشه، سبب اشتهایی میشه، کسالت و گپا میشه. وقتی که آنتی بیوتیک میگیره ای هم خودش میتونه به اشتها بسازه. بعضی آنتی بیوتیک هاست که مزی خراب دارن، دانه تلخ مثلا کلرتومایسین، یا بعضی آنتی بیوتیک ها داریم. ولی دوره نقاهت یک دوره است که بعد از مریضی است، دوره است که طفل حرکت بسیار زیاد نداره، انرژی کم ضرورت داره، غذا زیاد نمیخوره، ولی بعد از این باز به طرف بهبود میره و تفرخ میشه. بسیار تشکر جناب دکتر صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین. تشکر. بله. بله، شما دوستانی که اگر میخواین که ما در مورد موضوع مشخصی در بخش حال شما صحبت کنیم، با شماره تماس برنامه میتونین پیام بگذارین و شماره واتساپ برنامه تا ما موضوعاتی رو که شما در نظر دارین در برنامه روش صحبت کنیم. بله، حال ما وقفه میگیریم. پس از وقفه هم دوباره برمیگردیم در ادامه برنامه بامداد و شما هم میتونین سوالاتتون رو مطرح بکنین. حال هم وقفه. دوست عزیز، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین، برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک.